فصل تکتونیک صفحه‌ای یا زمین ساخت ورقه‌ای تصویر و عنوانیمون با یک چین خوردگی لایه‌های سنگی شروع میشه. عزیزان، سالهای سال بود که انسانها یه چنین پدیده‌هایی رو میدیدند، لایه‌های سنگی بسیار سفت و سخت انگار خم شدند، انگار کج و کله شدند، فوران آتشفشان‌ها و خروج ماگما، پدیده‌های دیگری مانند زلزله، مانند به وجود آمدن رشته کوه‌ها. انسان اینها رو میدید و به خاطر وجود کنجکاوی که داشت دنبال جواب بود براش. چرا؟ تا زمانی که علم پیشرفت نکرده بود، خب طبیعیه که به شدت گرفتار خرافات بود و بر اساس خرافات یه جوابایی پیدا میکرد. از اینکه دیوهایی در زمین زندگی میکنند، در زیر زمین، که باعث این پدیده ها میشن، تا برای زمین خدا در نظر میگرفتند و خرافات این چنینی. کافیست شما حتی تو بعضی از این جور کتاب ها در مورد علت زلزله بگردید، ببینید چه مطالبی هست. اما علم بشر که بیشتر شد، متوجه شد که هیچ کدام از این خرافات صحت نداره و در واقع به خاطر ساختمان زمین هست و اتفاقات درون زمین هست که ما میتونیم چنین پدیده هایی رو ببینیم. اما عزیزان، در چین خوردگی همون جور که میبینید، بعضی وقتا لایه های سنگی این شکلی میشن. نگاه کنید، رو به بالا چین خورده. به این نوع چین خوردگی ها میگیم تاق دیس. اینا مهمن، جلوتر باهاش کار داریم. بعضی وقتا این چین خوردگی ها طوری میشه که سنگایی شکلی میشن. ببینید، به اینا میگیم ناو دیس. پس در چین خوردگی های عمودی، اونایش که بالا آمده شبیه تاق شده بهش میگیم تاقدیس، اونایی که رفته پایین شبیه گودی شده بهش میگیم ناودیس. این در مورد تصویر عنوانیمون. اما بچه ها، توی علوم ششم ساختمان لایه های زمین رو تا جایی که امروز کشف کردند خوانده بودید، اون ساختمان رو به شدت توی نهم نیاز داریم، به شدت نیاز داریم، و بسیاری از سوالات به اون ساختمانی که توی ششم خونده بودید برمیگرده. به همین خاطر ما مجبوریم که یه اشاره ای به اون ساختمان کنیم. عزیزان، اگر فرض کنیم این کره زمین ما باشه و ما بیایم یه قاچ ازش ببریم، نگاه کنید، مثل هندونه یه قاچ ازش ببریم و اون قاچه رو بیاریم بیرون، شکل اون قارچ رو باید بلد باشید، خیلی هم خوب باید بلد باشید. فرض میکنیم من الان یه قارچ از زمین رو میخوام بکشم، این از این، اون قاچه که بریدیم آوردیم بیرون. اما
در قسمت بالاترین لایه که توی شیشون خونده بودید بهش میگفتیم پوسته. خود پوسته بچه ها نگاه کنین، این قسمت رو که سفید میکنم دقت کنین، یه قسمت هم اینجوری قهوه‌ایش میکنم. ما بر روی پوسته زندگی میکنیم و اینم فرض کنیم اقیانوس و دریاست. عزیزان به کل اون قسمت سفید به کل این قسمت از اون سفیده به بالا، یادتون هست به کل این میگیم پوسته. من اینجا مجبور شدم پوسته رو خیلی ضخیمتر از اون چیزی که هست بکشم که شما بتونید متوجهش بشید. این ضخامتی که من کشیدم شما باید حداقل برای این شکل 10 برابر نازکترش کنید. پوسته بسیار نازکه. همون جور که دارید دقت میکنید عزیزان، خود پوسته 2 تا لایه داره. یکی اون لایه سفیده است، یکی لایه قهوه‌ای است. لایه سفیده بهش میگیم پوسته اقیانوسی. چون اگر دقت کنید میبینید فقط در زیر اقیانوس ها قرار داره، ببخشید در زیر اقیانوس ها فقط یه لایه وجود داره که به اون لایه میگیم پوسته اقیانوسی. پوسته اقیانوسی به زیر قاره ها هم کشیده شده. این یکی پوسته، لایه پوسته که روی لایه سفید قرار داره بهش میگیم پوسته قاره‌ای. در دریاها دیگه خبری از پوسته قاره‌ای نیست. این از تشخیص پوسته ها. اما لایه بعدی که بلافاصله از زیر پوسته شروع میشه، یعنی از اینجا و ضخیم ترین لایه کره زمینه، یادتون هست که یه اسمش جبه است ولی شما در ابتدایی خونده بودید گوشته. ضخیم ترین لایه زمین گوشته. و بعد از لایه گوشته لایه آخری رو داشتیم که هسته بود، هسته کره زمین. این شکل رو خواهشن بعد از اینکه حالا تمام شد کشیدینش، یکی دو بار بکشید، به خصوص برای آزمون ها خیلی لازمه که تسلط داشته باشید روی این شکل، جا به جاشو بتونید تشخیص بدید. حالا در ششم باز خونده بودید که خود هسته یه هسته درونی یا داخلی داریم، یه لایه دیگه یه هسته، هسته بیرونی یا خارجی است. یعنی هسته 2 تا لایه داره خودش. و خونده بودید که کلن جنس هسته ها از آهن و نیکله. عزیزان توجه کنید وقتی شما توی ششم این مطلب رو میخونید که هسته ها از جنس آهن و نیکل است، در واقع دانش آموزان اینجوری تصور میکنن که فقط آهن و نیکل اون تو قرار گرفته. نه عزیزان، در اونجا در واقع از جنس سنگ است اما آهن و نیکل زیادی دارد.
این نیست که فکر کنید آهن و نیکل خالص اون تو پر شده. مقدار آهن و نیکلش زیاده. ضمناً در هفتم، در ششم بازم خونده بودید که هسته خارجی حالت مایع داره و هسته داخلی مجدداً جامده، سنگیه. اینم در مورد هسته ها. اما گوشته رو چطور خونده بودید؟ گوشته یه لایه بالایی داره، این قسمتی که سبزش میکنیم از جنس سنگه. یه لایه پایینی هم داره، اونم بازم از جنس سنگه. اما یک لایه میانی داره که حالت خمیری داره، یه حالت خمیر مانند داره. حالا در مورد یه خمیر بیشتر صحبت خواهیم. عزیزان، امسال یه کلمه ای داریم که خیلی باهاش کار داریم به نام سنگ کره. سنگ کره یا لیتوسفر در واقع مجموع پوسته و لایه بالایی سنگی گوشت است. پس سنگ کره رو یه بار تعریفش رو می نویسیم. به لایه سنگی بالای گوشته به همراه پوسته سنگ کره میگوییم. پس بچه ها سنگ کره شد کل پوسته، یعنی پوسته اقیانوسی و پوسته قاره‌ای به علاوه لایه سنگی بالای گوشته. به اون لایه خمیری هم که یادتون هست فقط به خودش میگفتیم نرم کره یا سست کره. نرم کره یا سست کره. این تصویر رو، تابلو رو لطفاً با نهایت دقت رسم کنید، خیلی دقیق. اما توی این فعالیت از شما خواسته که کاری انجام بدید، یه کار عملی انجام بدید در واقع، تا شبیه به دانشمند بزرگی به نام آقای وگنر عمل کرده باشید. آقای وگنر با توجه به یافته های علمی، فراموش نکنید که آقای وگنر حدود 100 سال پیش زندگی میکرد، آلمانی بود، اما به خاطر عشقی که به علم و زمین شناسی داشت مرتباً به جاهای مختلف دنیا سفر میکرد. شما فکر کنید 100 سال پیش بخوای سفر کنی، امکانات بسیار کم، سفرهای دریایی بسیار خطرناک، خیلی وقتا کشتی میرفت یه بر نمیگشت. حتی در 100 سال پیش اقوام وحشی و یا حتی آدم خار هم وجود داشتن و آقای وگنر
برای تحقیقات زمین شناسیش به جاهایی هم سفر میکرد که خطرناک بود، نه اینکه تو اروپا برای خودش سفر کنه. سفر میکرد به آفریقا، سفر میکرد به استرالیا، سفر میکرد به آمریکای جنوبی، جاهایی که خطرناک بود. ایشون بر اساس مطالعاتی که انجام داد اومد نقشه دنیایی، نقشه جهان نمایی که از کره زمین اون موقع تهیه شده بود، مثل همین فعالیت خشکیاشو با قیچی برید و این خشکیا رو گذاشت کنار هم. با کمال تعجب دید عینن پازل بعضی از خشکیا تو هم چفت میشن، دقیقا لبه هاشون میرفت کنار هم چفت میشد. مشاهدات دیگری هم انجام داد و نتیجه گرفت که احتمالاً 200 میلیون سال پیش در سطح کره زمین تمام خشکی ها به هم متصل بودند و یک خشکی بزرگ می ساختند. دریاها هم همه به هم وصل بودند و یک اقیانوس بزرگ می ساختند. این چیزی که اینجاست علامت می زنم، این نظریه وگنر بود. همزمان علامت بزنید توی کتاب. وگنر می گفت حدود 200 میلیون سال پیش همه خشکی‌ها به هم متصل بود. و وقتی که قاره ها رو بر اساس شواهدش به هم چسباند، این شکل رو به دست آورد بچه ها. اسم اون خشکی بزرگ رو گذاشت پانگئا. تمام این اسامی رو باید بلد باشید، حواستون باشه. اسم اون خشکی بزرگ رو گذاشت پانگئا. این نامگذاری رو وگنر انجام داد، نه اینکه فکر کنید 200 میلیون سال پیش آدما اسم اونو گذاشته بودن پانگئا. 200 میلیون سال پیش اصلا انسانی روی کره زمین هنوز ظاهر نشده بود. عزیزان، ما انسان ها حد اکثر 2-3 میلیون ساله که روی کره زمین ظاهر شدیم، البته نژادهای قبلیمون انسانهای دیگر و انسان هوموساپینس که خود ما باشیم، حد اکثر مثلا 400 هزار سال، 300 هزار سال. یافته ها متفاوته. پانگ آبچا یک کلمه یونانی است. پانگ آ پان به معنی ابر، ابر بزرگ، گئا به معنی خشکی، قاره. پس ترجمهش میشه به زبان لاتین ابر خشکی یا ابر قاره. اسم دریاها رو هم که گذاشت پانتالاسا، بازم پان به معنی ابر، تالاسا به معنی آب، دریا. ابر آب، ابر دریا. این نامگذاری ها انجام شد. آقای وگنر بر اساس نظریاتش گفت آقا 200 میلیون سال پیش این شکلی بوده، بعد یواش 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 این دوتا خشکی میان از هم نصف میشن، یه قطعه رو به بالا حرکت میکنه، یه قطعه رو به پایین حرکت میکنه.
ایشون برای همه اینام اسم گذاشت دوباره. نگاه کنید. گفتش که آقا جان کلش که پانگه آ بود، اون قسمتی که نصف شد و رفت رو به بالا اسمشو گذاشت لورازیا، اون قسمتی که رو به جنوب حرکت کرد اسمشو گذاشت گندوانا. لورازیا، گندوانا. و بعد این فرو رفتگی آب به داخل خشکی رو اسمشو گذاشت دریای تتیس. دریای تتیس. عزیزان بگید ببینم از این اسم چی یادتونه؟ از این اسم دریای تتیس چی یادتون میاد از سالها قبل؟ خب همونجور که فرمودین باقی مانده دریای در واقع تتیس رو امروز دریای خزر میدونن، البته مدیترانه و دریای سیاه باقی ماندشه، دریای سرخ جدیده. مدیترانه و دریای سیاه و دریاچه اورال در روسیه که خشک شد و دریای خزر، اینا باقی مانده های دریای تتیس هستند. لورازیا و گندوانا هم که دوتا خشک ابر خشکی بزرگن بعد از نصف شدن، تیکه شدن. اما نکته دیگری که باید بلد باشید بچه ها اینه که دونه دونه این خشکی ها باید اسماشون رو بدونید، دقیقا طبق چیزی که الان من می نویسم روی کتابتون بنویسید. من اینو بزرگتر کردم. عزیزان این خشکی اوراسیا است. اوراسیا. یعنی اروپا و قسمت اعظم آسیا. کل آسیا نیست. این یکی خشکیه. آمریکای شمالی است. امروزه مجموعه کانادا و ایالات متحده آمریکای شمالی خونده میشن. این یکی که قاره آفریقاست، اینجا آمریکای جنوبی، این کوچولوه هند، این یکی قطب جنوب، قاره قطب جنوب، و این هم استرالیا. عزیزان این اسامی رو با دقت خیلی زیاد بنویسید. این خشکی ها رو بازم تاکید میکنم باید خیلی خیلی قشنگ بدانید جاشونو و موقعیتشونو. از نقشه ها خیلی مطلب خواهید داشت. از نقشه ها بسیار مطلب خواهید داشت. بچه ها از نقشه های مهم اینجاست. این تصاویر میتونه خیلی سوال زا باشه، خیلی سوال میتونه ازش بیاد. همون جور که در تصویر میبینید
موقعیت قاره های دنیا رو از حالا 80 میلیون سال پیش تا به امروز نشون داده بچه. از نکات مهمی که باید توی نقشه ببینید بچه ها و مرتباً با نقشه قبل مقایسش کنید بچه ها، بخصوص موقعیت الان دوباره توی این تصویر لطفاً موقعیت هندوستان رو دقت کنید و موقعیت استرالیا. ببینید چسبیده بودن به قطب جنوب. حالا توی تصویر بعدی نگاه کنی، هندوستان شروع کرده به جدا شدن و حرکت رو به بالا. نگاه کنی، اینجا بوده داره میاد رو به بالا. استرالیا هم داره یه اینجور حرکتی انجام میده. آفریقا و آمریکای جنوبی هم بالاتر دارن میرن، هم دارن از هم دور میشن. چسبیده بودن به هم. دوستان خشکی های اینجا رو نگاه کنید. اونجا جاییه که امروز ایران ما هست. نگاه کنید در 80 میلیون سال پیش هیچ اثری از خود سرزمین ایران نبوده. بچه ها اون قسمتی که آبیش میکنم او دریای خزره. او دریای خزره. یه چند تا تیکه جزیره و اینم که دریای تتیس. یواش یواش در حال بسته شدنه. وقتی 50 میلیون سال پیش رو نگاه میکنیم ببینید نسبت به 80 میلیون سال پیش، ببینید بچه ها استرالیا اومده بالاتر. نگاه کنید ایناش، هندوستان خیلی اومده بالاتر، آمریکا و آفریقا بیشتر از هم دور شدن. فاصله بینشون رو ببینید تا اینجا کامل مشخصه. یه نکته خیلی مهم، موقعیت ایران رو باز نگاه کنید بچه ها. در اینجا که هیچی، دریا بوده، چند تا تیکه جزیره. جزیره ها کم کم فشرده تر شدند. یواش یواش داره دریای تتیس بسته میشه. در اینجا کاملا بسته شده و سرزمین کشور ما اینهاش عرض کردیم که این تصویر سالها قبل برای همین کتاب تکمیلی که خود من نوشتم و سالها استفاده شد فراهم شد و کاملا نقشه ایران مشخصه و کاملا پیداست. یه تیکه از ایرانمون گفتیم چسبیده به آفریقا، عربستان سعودی. یه تیکه از ایران ما 200 میلیون سال پیش در نزدیکی اوکراین. یه تیکه از ایران ما سر جای خودش. بچه ها اگر دقت بفرمایید ای دریای خزره این قسمت که قرمز کردم. حالا به مرور زمان که خشکی ها حرکت می کنن، جمع میشن رو به بالا و همشون جمع میشن توی این محدوده و میشه ایران ما. بسیار خوب. حیف بود این تصویر رو نبینید. اما میخوایم ببینیم که آقای وگنر بر چه اساسی این ادعا رو کرد. آقای وگنر در 100 سال پیش چطور ادعا کرد که آقا خشکی ها 200 میلیون سال پیش به هم چسبیده بودند؟
در تصویر خود آقای وگنر رو داریم میبینیم، عکس آقای وگنره، یک دانشمند، نظریه پرداز و زمینشناس بی نظیر. بی نظیر واقعا. آقای وگنر شواهد گوناگونی رو آورد که مقداری از این شواهد رو بچه ها توی تکمیلی خواهیم گفت. فعلا 4 تا از شواهد آقای وگنر توی کتاب وزارتی آورده شده. این 4 تا اینجا دارید میبینیدش. 1، خیلی مهمن اینا رو علامت بزنید. تشابه فسیل جانداران در قاره های مختلف، انطباق حاشیه قاره های حاشیه شرقی قاره آمریکای جنوبی و حاشیه غربی آفریقا، تشابه سنگ شناسی قاره ها و وجود آثار یخچالی. اینا هر کدامشون توضیح داره و داستان داره و مهمه. عزیزان، اولین مورد تشابه فسیل هاست. آقای وگنر در تحقیقاتی که کرد و سفرهایی که کرد و اطلاعاتی که از زمینشناسان دیگر جمع آوری کرد، متوجه شد این جانداران توی این محدود فسیلاشون کشف شده. نگاه کنید، استرالیا، قطب جنوب، هند، آفریقا، آمریکای جنوبی. فسیل جانداران کاملا یکسان در سرزمین هایی که امروزه خیلی از هم دورند. این فاصله ای که امروزه این سرزمین ها از هم دارند، اگر قدیم هم همین جوری بود، این جانداران چجوری توی این سرزمین ها پخش شدند؟ کار دیگری که کرد به بررسی سنگ های قاره ها پرداخت. یعنی سفر کرد به آمریکای جنوبی و سنگهای اصلی آن منطقه را بررسی کرد. عزیزان یه نکته رو دقت کنید. زمانی که یک زمینشناس میخواد سنگهای یک منطقه رو بررسی کنه، کاری با سنگهای سطح زمین ندارد. نگاه کنیم، یه سنگ اونجا افتاده، یه صخره اینجاست، اون سنگا به درد نمیخوره، چون اون سنگا معلوم نیست از کجا آمده. ممکنه با سیلاب آمده باشه، ممکنه بر اثر فوران آتش فشانی آمده باشه. در واقع وقتی یک زمین شناس میخواد سنگ های یک منطقه رو بررسی کنه، بچه ها، به بررسی چیزی میپردازد که ما بهش میگیم سنگ بستر. این سنگ اصلی آن منطقه است. سنگ بستر چیه؟ سنگی که در زیر تمام او خاکای اون منطقه است. یعنی باید خاکها رو بزنیم کنار، بریم پایین به اون سنگ اصلی برسیم که وسعت زیادی رو زیر زمین پوشانده. بسیار خوب. حالا آقای وگنر بچه ها به بررسی سنگ بسترها پرداخت. هر جا می رفت عده ای از مردم بومی اون منطقه رو استخدام می کرد و ازشون می خواست که حفاری انجام بدن تا برسن به سنگ. بعد نمونه سنگا رو می گفت بشکنید ازش، بیارید بیرون، بررسی می کرد. فرض کنیم در این قسمت لایه عظیمی از سنگ مثلا گرانیت کشف کرد در آمریکای جنوبی که این محدوده رو پوشونده. دقیقا در نقطه مقابلش توی آفریقا رگه های همین سنگ رو پیدا کرد.
اگر ما هم جای وگنر بودیم دقیقا این فکر رو میکردیم که آقا یکی اومده این از این وسط بریده. یا فرض کنید مثلا فرض کنید سنگ شیل، اینا سنگ شیله در آمریکای جنوبی، دقیقا نقطه مقابلش هم ادامش وجود داره. قطعا اگر خود ما هم یه چنین چیزی پیدا کنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه همینه که آقا این خشکی‌ها یه روزی به هم چسبیده بود. اما بچه ها، یکی دیگر از کارهایی که آقای وگنر انجام داد بچه ها، بررسی رشته کوههای منطقه بود، رشته کوههای قدیمی. چون ایشون ادعا میکرد آقا 200 میلیون سال پیش این قاره ها به هم چسبیده بودند، از 200 میلیون سال پیش تا حالا کلی رشته کوه جدید به وجود آمده. ایشون دنبال رشته کوههای قدیمی گشت. نگاه کنید نقشه ای که تهیه کرد، ببینید یکی از رشته کوههای قدیمی مهمی که در آفریقا، آمریکای جنوبی، هندوستان و استرالیا پیدا کرد، این رگه های قهوه‌ای رو نگاه کنید، نگاه کنید از استرالیا این رشته کوه ادامه داشته این شکلی، نگاه کنید بعد این رشته کوه وارد آفریقا میشه، دو شاخه میشه، یه شاخش ایوری میاد، یه شاخش اونوری میره. ادامه یه رشته کوه رو نگاه کنید تو هندوستان پیدا کرده، در نوک دماغه یه هندوستان، نگاه کنید رشته کوه قدیمی. این شاخه ی رشته کوه که میاد اینور نگاه کنید ادامه پیدا میکنه اینجا. یعنی حقیقتا شواهدی که آقای وگنر پیدا کرد بی نظیر بود، بی نظیر. نگاه کنید آخرین شاهدی که وگنر پیدا کرد عزیزانم، بررسی یخچال‌های قدیمی میلیون‌ها سال پیش بود. توجه کنید که اون یخچال‌ها خیلی‌هاشون دیگه اصلا وجود نداشتن، ذوب شده بودن، میلیون‌ها سال پیش از بین رفته بودن. اولین نکته اول بگیم ببینیم یخچال چی بود بچه‌ها؟ یخچال چی یادتونه ازش تو هفتم؟ عزیزان یخچال طبیعی توی هفتم داشتینش؟ درود، آفرین، احسنت. در مناطق سردسیر، برفایی که امسال باریده میشه تابستان همشون ذوب نمیشه. فرض کنید 3 متر برف آمده، 3 متر، از این 3 متر 2 مترش ذوب میشه در تابستان، 1 مترش میمونه، برف سال بعد میاد روی اون، دوباره یه مقداریش ذوب میشه، یه مقداریش میمونه. در طول میلیون ها سال لایه 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 برف و یخ رو هم جمع میشه، ممکنه به صدها متر و حتی کیلومتر برسه. به این توده های برف و یخی که در طول میلیون ها سال روی هم جمع شده میگیم یخچال طبیعی. یادداشت کنید. یخچال طبیعی در مناطق سردسیر، در مناطق سرد سیر
بارش های برف و یخ هر سال به طور کامل ذوب نمی شوند. و در طول هزاران سال بر روی هم جمع شده بر روی هم جمع شده و توده های عظیم برف و یخ پدید می آورند که به آنها یخچال می گوییم که به آنها یخچال میگوییم. این یخچال ها می توانند کوهستانی یا قطبی باشند. پس یخچال طبیعی میتونه نوع کوهستانی داشته باشه، میتونه قطبی باشه، میتوانند کوهستانی یا قطبی باشند. حالا نکتش بچه ها اینجاست که آقا یخچالی که میلیون ها سال پیش بوده حالا ذوب شده. نگاه کنید بچه ها توی این تصویر رو، یخچال هایی که آقای وگنر شناسایی کرده تو استرالیا، توی هندوستان، توی آفریقا، توی آمریکای جنوبی. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم و 100 سال پیش که آقای وگنر تحقیقاتش رو انجام داد، فقط تو قطب جنوب یخچال بود. الان در این مناطق استرالیا یا این قسمت هندوستان یا این قسمت آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی، جالبه بدانید خط استوا رد شده بعضیاش. بعضی قسمتاش خط استواست، گرمای شدید، اصلا یخچالی نیست. پس چجوری اینا رو تعیین کرده؟ داستان همینه بچه ها. اینجا رو توجه کنید، وقتی یخچال ها بر روی زمین ها ریخته میشن، اغلب زمین ها شیب دارن، بالاخره زمین صاف خیلی کم داریم. فرض بفرمایید اینجا یه زمین شیبدار. حالا صدها متر یا کیلومتر برف یخ جمع شده روش. میدونید اون برف و یخ چه فشار سنگینی ایجاد میکنه؟ اون فشار و ضمناً حرکت برف و یخ وقتی روی زمین شیبدار بر اثر نیروی گرانش، این برف و یخ ها آرام آرام به پایین حرکت می کنند. عزیزان حرکت یخچال را با حرکت بهمن قاطی نکنید.
بهمن یه توده برف و یخ یهویی میریزه، ولی حرکت یخچال آرام آرام اتفاق میافته. مثلا در شبانه روز 5 متر میره جلو. وقتایی که هوا گرمتره حرکتش سریعتره، وقتایی که سردتره مثلا در شبانه روز 0.5 متر حرکت میکنه در وقتای سرد. حالا هزاران تن برف و یخ سفت دارن روی این زمین حرکت میکنن. پارسال خوندید، پارسال داشتید. این برف و یخ روی زمین ها و سنگ های کف خط و خش می اندازند و رسوباتی را مثل دانه های کشمش داخل کیک با خود به پایین حمل می کنند. وقتی یخچال او پایین می رسه و کم کم ذوب می شه، رسوبات بر روی هم تلمبار می شن. هم خط و خش روی سنگ ها، هم رسوبات باقی مانده برای میلیون ها سال باقی میماند، حتی اگر یخچالا ذوب شده باشند. پس آقای وگنر از روی خط و خش ها و از روی رسوبات یخچالی فهمید، در این نقشه ای که دارید فهمید 200 میلیون سال پیش این مناطق با یخچال پوشیده شده بوده. از روی خط و خش ها یه چیزی هم فهمید، جهت حرکتشون رو فهمید، جهت حرکت یخچال ها رو فهمید. نگاه کنید او فلش هایی که تو کتابتون گذاشته، جهت حرکت یخچال های 200 میلیون سال پیش رو فهمید. ببینید علم چقدر زیباست. ببینید خود زمین شناسی که برای بعضی یا خیلی ممکنه دلچسب نباشه، چقدر کارهای تحقیقاتی شیرین و زیباست. حالا اهمیت کار آقای وگنر چی بود؟ این بود که تمام اینا الان از هم جدان. اگر استرالیا، هندوستان، اینا همه به هم چسبیده بود، الان کسی بره بگرده دنبال آثار یخچالی کار مهمی نکرده. توجه کنید که الان آقای وگنر متوجه شد در این قسمت هندوستان آثار یخچالی با این جهت وجود داره، در این قسمت استرالیا آثار یخچالی با این جهت وجود داره، اینجا با این جهت وجود داره. فرض کنید ببینید تمام این جهت ها رو مشخص کرد، بعد نقشه ها رو آورد گذاشت کنار هم. وقتی نقشه ها رو گذاشت کنار هم با این تصویر مواجه شد. با این کار بزرگی بود، بسیار بزرگ. خب اما دانشمندان زمان وگنر نظریهشون نپذیرفتن. این نظریه به این خوشگلی پذیرفته نشد. علت رد نظر وگنر در زمان خودش، الان ما قبولش داریم ها، حواستون باشه، علت رد نظر وگنر در توسط دانشمندان زمان خودش مطلب بعدی است که